درود دوستان اگر ریزش مو دارید و در هر بار شانه زدن موها تعداد زیادی مو در شانه میبینید یا موقع شستن سر موهای زیادی همراه با کف در دستانتان میبینید توصیه میکنم این ویدیو را تا آخر ببینید ویتامین ها نقش مهمی در رشد موها دارند آنها مواد مغزی مورد نیاز سلول های فولیکول مو را برای رشد و عملکرد سالم فراهم میکنند ویتامین ها سنتز پروتئین را برای تولید رشته های پروتئین مو تسهیل میکنند Amen. ویتامین های آنتی اکسیدان به محافظت از سلول های مو در برابر استرس اکسیداتیو کمک می کنند. محققان میگویند رژیم غذایی سالم به درخشندگی و استحکام موهای شما کمک می کند. اگر مواد مغذی مناسب را از غذا دریافت نکنید، اثرات منفی آن را روی موهای خود مشاهده می کنید. وقتی سطوح ویتامین خیلی کم می شود، فولیکول های مو برای حفظ تولید موهای سالم تلاش می کنند. اما کمبود مواد مغذی در در فرایند رشد موهای سالم اختلال ایجاد می کند و موها را در معرض خطر قرار می دهد. کمبودها می توانند باعث ریزش بیش از حد، رشد آهسته، نازک شدن، کدر شدن، خوش شدن تارهای مو، تغییر در بافت و موخوره شوند. برخی از کمبودهای ویتامین در مردان شایعتر از زنان است و بالعکس اگر فکر می کنید شما هم کمبود ویتامین دارید در کامنت ها برای من بنویسید. به طور کل کمبود ویتامین دی، ویتامین به 12 ویتامین B6، اسید فولیک، منیزیم، کلسیم، آهن و یود در مردان تر است. و کمبود ویتامین دی ویتامین به 12 کلسیوم آهن و یود در زنان شایع می باشد. کمبود ویتامین علاوه بر ریزش مو می تواند علائم دیگری در سلامت کل بدن ایجاد کند. خستگی شدید، کاهش وزن بدون دلیل، بیمار شدن مکرر، ضعف عضلانی، درد استخوان و مفاصل، از دست دادن اشتها، زخم دهان، مشکلات بینایی و تغییرات خلقی از جمله این علائم هستند. اگر این علائم را تجربه می کنید، بسیار مهم است که برای تشخیص مناسب به پزشک خود مراجعه کنید. در این ویدیو دوازده ویتامینی که از ریزش مو جلوگیری می کند را معرفی می کنم. حتما تا انتهای ویدیو با من بمانید. شماره یک ویتامین دی ویتامین دی در تولید و تغذیه فولیکول های جدید مو نقش دارد. کمبود ویتامین دی سبب بروز موهای خشک و شکننده می شود. ریزش متوسط تا زیاد و نازک شدن مو نیز ممکن است رخ دهد. مطالعات حتی ثابت کردند که سطوح پایین ویتامین دی مسئول سفیدی زود زودرس موها می باشد. تشخیص کمبود ویتامین دی با یک آزمایش خون ساده انجام پذیر است. درمان معمولا مصرف روزانه مکمل ویتامین دی حدود 2000 تا 4000 واحد بین الملل است. با این حال، مقدار آن باید بر اساس نتیجه آزمایش خون و توسط پزشک تجویز گردد تا از سمیت یا تداخل با سایر داروها جلوگیری شود. پزشکان توصیه می کنند پس از گذشت سه ماه از درمان سطوح ویتامین دی را دوباره بررسی کنید. راه های دیگر رفع کمبود ویتامین دی عبارتند از زیاد در معرض نور خورشید قرار گرفتن برای تولید طبیعی ویتامین دی، خوردن زیاد غذاهای غنی از ویتامین D مانند ماهی های زرده تخم مرغ و لبنیات غنی شده. شماره دو ویتامین آ کمبود ویتامین آ میتواند منجر به نازک شدن قابل توجه موها و افزایش ریزش روزانه آنها شود. دوره رشد مجدد پس از دوره های ریزش مو نیز ممکن است طولانی شود. پوست پوست شدن و شوره سر در اثر کاهش ترشح سبوم یکی دیگر از علائم رایج سطوح پایین ویتامین آ است. سوم ماده روغنی است که از قدد پوست ترشح می شود و به حفظ رطوبت پوست سر کمک می کند و موها را سالم و هیدرات نگه می دارد. پزشکان می توانند کمبود ویتامین آ را از طریق آزمایش خون تشخیص دهند. مصرف روزانه قرص یا کپسول ویتامین آ به بازیابی سطوح آن کمک می کند. اگرچه زنان باردار باید در مورد دوزهای ایمن با پزشک خود مشورت کنند. میزان نیاز روزانه ویتامین آ برای مردان 900 میکروگرم و برای زنان 700 میکروگرم است. سبزیجات نارنجی و زرد مانند هویج، سیب زمینی شیرین، کدو حلوایی، فلفل سبز و سبزیجات دارای برگ سبز تیره و روغن کبد ماهی سرشار از ویتامین آ هستند. 200 گرم سیب زمینی شیرین 213 درصد نیاز روزانه توصیه شده ی ویتامین آ برای فرد بزرگسال را تامین کند با درمان کمبود این ویتامین علائم نازک شدن و ریزش مو به مرور زمان کاهش می‌یابد. شماره 3 ویتامین ای یا آلفا توکوفرول ویتامین ای رشد موها را تقویت می کند. خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین ای استرس اکسیداتیو را در پوست سر و فولیکل های مو خونسا می کند. یکی از دلایل ریزش موها استرس یا آسیب اکسیداتیو است. برای آشنایی با استرس اکسیداتیو ویدئویی کوتاه یک دقیقه که لینک آن را در دیسکریپشن می گذارم حتما ببینید. ویتامین ای علاوه بر کمک به سلامت کل پوست سر سبب حفظ لایه چربی پوست سر نیز می شود. این لایه چربی برای حفظ رطوبت مناسب پوست سر در برابر محیط بیرونی و حفظ رطوبت مو و پیشگیری از خشکی و شکنندگی موها ضروری است و سبب تقویت مو و نرمی و انعطاف آن می گردد. کمبود ویتامین ای به صورت افزایش ریزش روزانه و نازک شدن تدریجی موهای سر ظاهر می شود. موهای خشک و آسیب دیده مستعد شکافتن و شکستگی نیز نشانه کمبود ویتامین ای می باشد. پزشکان کمبود ویتامین ای را با آزمایش خون تشخیص می دهند. مصرف روزانه مکمل های ویتامین ای به افزایش سطوح آن کمک می کند. مصرف غذاهای غنی از ویتامین ای مانند تخمه آفتابگردان، بادام، اسفناج و آووکادو می تواند ویتامین ای بدن شما را تامین کند. زد گرم مغز تخمه آفتابگردان دارای 35 میلی گرم ویتامین ای می باشد. مقدار توصیه شده برای یک فرد بزرگسال 15 میلی گرم در روز می باشد. همچنین استفاده از روغن های طبیعی مانند روغن زیتون و روغن گل رز بر روی مو و پوست سر فواید زیادی دارد. با تامین کافی ویتامین ای ریزش و آسیب مو را می توان برای موهای زخیمتر تر و سالم تر به حداقل رساند. شماره چهار ویتامین سی کمبود ویتامین C سبب بروز موهای خشک و شکننده، افزایش ریزش مو، رشد آهسته بعد از دوره‌های ریزش مو، شکننده و شکسته شدن تارهای مو می‌گردد. ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی است و از فولیکل‌های مو در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می‌کند. علاوه بر این، ویتامین C برای تولید پروتئین کلاژن حیاتی است. کلاژن یک پروتئین حیاتی در ساختار مو است. تشخیص کمود ویتامین C با آزمایش خون انجام می گردد. مصرف روزانه مکمل ویتامین C می تواند کمبود آن را برطرف کند. مقدار توصیه شده روزانه مصرف ویتامین C در مردان 90 میلی گرم و در زنان 75 میلی گرم میباشد. سعی کنید در رژیم غذایی خود خوراکی های غنی از ویتامین C مانند مرکبات، فلفل، کلم بروکلی و توت فرنگی را بگنجانید. 100 گرم پرتقال 53 میلی گرم ویتامین C دارد. و از سوی مصرف موزه ویتامین C برای پوستمون تاثیرات فراوانی دارد. شماره 5 ویتامین B6 یا نیاسین ویتامین b یا نیاسین نقش ویژه‌ای در حفظ سلامت مو دارد. یکی از اثرات اصلی نیاسین قابلیت افزایش گردش خون می باشد. یعنی با گشاد کردن عروق سبب افزایش خونرسانی به پوست سر می شود. در نتیجه اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به فولیکول های مو خواهند رسید که برای تحریک رشد، تقویت و استحکام تارهای مو ضروری است. نیاسین علاوه بر گردش خون در متابولیسم سلولی نیز نقش دارد و به تبدیل غذا به انرژی با مشارکت در متابولیسم گلوکوز چربی و الکل کمک می کند. این تولید انرژی برای حفظ فرایندهای رشد فولیکل های مو حیاتی است. نیاسینامید نوعی از ویتامین بسه است که با پیشگیری از استرس اکسیداتیو سبب افزایش رشد موها می شود. سینه مرغ بهترین منبع برای دریافت نیاسین می باشد. 85 گرم سینه مرغ پخته شده بدون استخوان و پوست دارای حدود 11 ممیز 14 میلی گرم نیاسین است. مقدار توصیه شده نیاسین برای زنان 14 میلی گرم و برای مردان 16 میلی گرم در روز است. شماره 6 ویتامین B یا اسید پانتوتنیک ویتامین B5 به سوخت و ساز پروتئین، چربی و کربوهیدرات کمک می کند و از این راه به فولیکل های مو انرژی مورد نیاز برای رشد و عملکرد موها را میرساند. علاوه بر این ویتامین B5 به تنظیم هورمون های استرس در بدن کمک می کند. این خیلی مهم است چون استرس سبب نازکی و ریزش موها می شود. از سوی دیگر دی پانتنول فرم الکلی اسید پانتوتنیک مدت های زیادی است که به عنوان ضد ریزش مو در محصولات مراقبت از پوست و مو استفاده می گردد. مطالعاتی نیز انجام شده است که نشان می دهد استفاده خوراکی دیپانتنول برای درمان الگوهای ریزش مو در زنان و آلوپسی آندروژنی در مردان مفید می باشد. قارچ شیتاکی سرشار از ویتامین B5 می باشد که مصرف آن سبب سلامت مو، درخشندگی، تقویت و رشد آن می شود. یک فنجان قارچ شیتاکی پخته شده دارای پنج ممیز دوده همه میلی گرم ویتامین B5 می باشد. مقدار توصیه شده برای یک فرد بزرگسال 5 میلی گرم در روز است. شماره 7 اسید فولیک. اسید فولیک که به عنوان ویتامین B9 نیز شناخته می شود برای تقسیم و رشد سلولی مهم است. اگر بدن اسید فولیک کافی نداشته باشد، تقسیم سلولی سریع مورد نیاز برای تولید مداوم موهای جدید توسط فولیکول ها مختل می شود. این تولید کنتر سلولی باعث افزایش ریزش مو و کاهش رشد مجدد پس از ریزش مو می شود پزشکان می توانند کمبود اسید فولیک را با آزمایش خون تشخیص دهند مصرف روزانه یه. یک قرص اسید فولیک می تواند کم بوده آن را جبران کند. مصرف غذاهای غنی از فولات مانند سبزیجات برگدار، مرکبات لوبیا و عدس نیز می تواند سطوح اسید فولیک خون را افزایش دهد. 198 گرم عدس پخته شده دارای 358 میکروگرم اسید فولیک است و مقدار توصیه شده ی اسید فولیک برای یک فرد بزرگسال 400 میکروگرم در روز است. با مصرف کافی اسید فولیک تقسیم سلولی و تولید فولیکول های مو پشتیبانی می شود و زخامت و رشد بهینه موها را تقویت می کند. شماره 8 بیوتین بیوتین که به عنوان ویتامین B7 نیز شناخته می شود برای واکنش های آنزیمی در متابولیسم اسید آمینه و چربی مهم است. این ویتامین به تولید کراتین پروتئین اصلی سازنده مو کمک می کند و می تواند ساختار و استحکام موها را تقویت کند. کمبود بیوتین با نازک شدن و ریزش مو همراه است. اگرچه مکمل بیوتین به اصلاح کمبود زمینه آن کمک می کند. اما فواید بیوتین برای درمان ریزش مو در افرادی که کمبود آن را ندارند هنوز مورد بحث است مقدار نیاز روزانه بیوتین برای یک فرد بزرگسال سی میکروگرم می باشد بهترین منابع بیوتین غلات کامل تخم مرغ آجیل و دانه ها هستند یک چهارم فنجان بادام دارای یکونیم میکروگرم بیوتین می باشد دریافت بیوتین کافی از راه غذا می تواند به حفظ فرایندهای سلولی که برای رشد و درخشندگی بهینه مو ضروری هستند and کمک کند و می توانید مکمل بیوتین را از داروخانه ها تهیه فرمایید. شماره 9 روی روی یک ماده معدنی ضروری در سلامت موها است و سبب فعال کردن رشد سلولی، تولید پروتئین، تنظیم هورمون و محافظت آنتی اکسیدانی در فولیکول های مو می گردد. هنگامی که کمبود روی داشته باشید این فرایند ها مختل می شوند که اغلب منجر به نازک شدن مو و افزایش ریزش آنها می گردد. اصلاح کمبود روی با افزایش مصرف غذاهای غنی از آن مانند صدف و اسفناج مصرف دوز مناسب روزانه مکمل روی تحت نظر پزشک آزمایش خون برای تایید کمبود روی و درمان هر گونه مشکل گوارشی که بر جذب روی تاثیر میگذارد تمرکز دارد برطرف کردن کمبود روی در بدن به بازگشت عملکرد طبیعی سلولهای فولیکول مو برای به حداقل رساندن ریزش و حمایت از رشد مجدد موها و سلامت آنها کمک می کند. شماره ده you uh -huh. ویتامین B6 ویتامین B6 که به نام پیریدوکسین نیز شناخته می شود از فعالیت آنزیمی سالم و سنتز پروتئین در فولیکول ها برای ایجاد موهای قوی و درخشان حمایت می کند مو تقریبا به طور کامل از پروتئینی به نام کراتین ساخته می شود ویتامین B6 سبب تنظیم هورمون های آندروژن هم می شود این هورمون ها بر رشد و ریزش موها تاثیر دارند اگر به اندازه کافی از این ویتامین مهم دریافت نکنید ممکن است مو موهای شما بیش از حد معمول شروع به نازک شدن یا ریزش کنند. پزشکان کمبود ویتامین B6 را با آزمایش خون تشخیص می دهند. مصرف غذاهای غنی از ویتامین B6 مانند مرغ، سیب زمینی، موز و آجیل می تواند کمبود آن را در بدن جبران کند. هر 100 گرم موز دارای 14 میلی گرم ویتامین B6 است. مقدار مصرف توصیه شده ویتامین B6 یک ممیز سه هم تا یک ممیز هفت دهم ده میلی گرم در روز است. شماره 11 آهن کمبود آهن سبب افزایش ریزش روزانه موهای سر و کاهش رشد مو میگردد و در نتیجه به مرور زمان نازک شدن تدریجی موها را به دنبال دارد پزشکان کمبود آهن را با آزمایش خون تشخیص میدهند مصرف روزانه مکمل های آهن تحت نظر پزشک به بازیابی سریع سطوع آهن خون کمک میکند افزایش مصرف غذاهای غنی از آهن مانند گوشت قرمز لوبیا عدس اسفناج و قلات راه دیگر تامین این ماده معدنی ضروری برای بدن است با طبیعی شدن سطوح آهن خون ریزش بیش از حد مو نیز کاهش مییابد و چرخه رشد مجدد مو دوباره باز میگردد شماره دوازده اسیدهای چرب ضروری اسیدهای چرب ضروری مانند اومگا 3 برای سلامت پوست سر و حفظ آن مهم هستند کمبود این اسیدهای چرب میتواند باعث خشکی خارش پوست سر و موهای شکننده و مستعد آسیب شود پزشکان کمبود اسیدهای چرب ضروری را با آزمایش خون بررسی میکند. اگر شاخص امگا 3 زیر 8 درصد باشد سطح امگا 3 خیلی پایین است مصرف مکمل های امگا 3 مانند کپسول های روغن ماهی به افزایش موثر آن کمک میکند مصرف غذاهای سرشار از امگا 3 مانند سالمون گردو و بذر کتان نیز اسیدهای چرب ضروری رژیم غذایی را برای شما تامین میکند دریافت مقادیر کافی از این چربی های ضروری از سلامت پوست سر حمایت میکند تا خشکی و شکنندگی مو به حداقل برساند در پایان اگر شما هم در مورد ریزش مو نظراتی دارید یا مطالبی خوانده یا شنیده اید برای ما کامنت بگذارید و اگر تجربه ریزش مو داشته اید چطور متوجه شدید و برای کنترل آن چه کارهایی کردید خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودید لطفا برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از فراگیر شدن این ویدیو آموزشی حمایت کنید بدروی.